رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو سوئد برای بررسی این خبر همراه ما هستن. پیش از اون که به خبر آزادی بوریا غفوری اون هم با قید وثیقه البته بپردازیم، به اساس بازداشت رو بپردازیم. آقای حاجی حسینی، این تهدید خشونت علیه فوتبالیستی محبوب و سرشناس حکایت از چی داره؟ در مورد شرایط حکومت چه چیز رو روایت میکنه؟ بوریا غفوری البته فقط یک فوتبالیست محبوب نیست، او چهره ای بوده است که همواره نسبت به مسائل اجتماعی واکنش نشون داده، خودش رو در کنار مردم قرار داده. از او به خاطر داریم در یک مصاحبه که در واقع نقل قول شد، یعنی مطرح کرد که اونجایی که مسائل اجتماعی به میان میاد دیگه اولویتش فوتبال نیست. به این واسطه واکنش حکومت هم نسبت به مواضع او طبعا سخت گیرانه تر بوده است نسبت به دیگر فوتبالیست ها. موارد متعدد هم داریم از اظهار نظرهای بوریا غفوری. او سال 97 نسبت به اون چیزی که جواد ظریف مطرح کرد که مردم خوشحالند، ما خوشحالیم از این که به خاطر فلسطین و لبنان تحت فشاریم، واکنش نشون داد، گفت که این شما نیستید که تحت فشارید، مردمند که تحت فشارند. همینطور واکنش هاش نسبت به در واقع مرگ سحر خدایاری، دختر آبی، اعتراضاتی که وجود داشته است در کشور بعد از قهرمان شدن تیم استقلال، او به طور مشخص درباره اعتراضات صحبت کرد، به اهواز اشاره کرد و تاکید کرد، خواست که این شرایط حل بشه. یک جمله درخشانی هم داشت، او گفتش که عمر ما کوتاهه و حقمونه که سعادتمند زندگی بکنیم. خب وقتی که مجموعه این اظهار نظرها رو ما میبینیم، طبیعی است که الان هم که در این موقعیت خیزش انقلابی قرار داریم و او از جمله کسانی بود که نسبت به کشتار مردم در کردستان مخصوصا که زادگاه اوست واکنش نشون داد، اینها برای حاکمیت استبدادی، برای حکومتی که فقط مایل یک روایت وجود داشته باشه و اون هم کلان روایت خودش از مسائل و در واقع جریاناته، این سخت میاد. دیدیم که واکنش نشون داد قبل از اینکه از بازداشت بشه بوریا غفوری، چندین نوبت شایعه بازداشت او منتشر شد و به نظر میرسید که زمینه رو دارن فراهم میکنن برای اینکه او رو بازداشت بکنن. یک نکته دیگر هم که در مورد بازداشت شخص او مهمه و میشه بهش اشاره کرد این است که با توجه به محبوبیتی که او داشته، شاید حاکمیت این ایده رو در ذهن داشت که با برخورد با او بتونه صدای دیگر کسانی هم که احتمالاً در واقع معترضند و میخوان که صدای مردم باشند رو هم به نوعی کنترل بکنه و نشون بده که دست از سرکوب سخت بر نمیداره. چرا جمهوری اسلامی با اینکه نمیتونه تحت فشار افکار عمومی حتی بیشتر از 3 روز بوریا غفوری رو نگه داره و مجبور میشه که آزادش بکنه، برای علی کریمی و علی دایی مشخصا به فایل صوتی افشا شده اشاره میکنم خط و نشون میکشه؟ ببینید مسئله اینجا این است که یک الگوی واحدی رو در طول این 40 سال گذشته حاکمیت پس از استقلال خودش به کار برده، پیوسته آمده با همین شیوه تلاش کرده که صدای منتقدان، صدای مخالفان رو ساکت بکنه، خاموش بکنه، سرکوب بکنه. منتها این بار به نظر میاد که مجموعه حمایت‌هایی که اتفاق افتاده است از این جنبش انقلابی، مجموعه صداهایی که از جامعه بلند شده، حوزه‌های مختلف، شما هنرمندان رو میبینید، ورزشکاران رو میبینید، سلبریتی ها در امور مختلف رو میبینید که اینها معترضند و طبیعی است که وقتی فضا این چنینی است دیگه سرکوب به این ترتیب جوابگو نیست. همین فایل صوتی که شما اشاره کردید نشون میده که تلاش کنند شکل‌های پیچیده با استفاده از نقشه‌های مختلف صداها رو خاموش بکنند، گروه‌های مختلف رو چه‌بسا در مقابل هم قرار بدن. اما این همبستگی که ایجاد شده است، این که صداهای واحدی، یعنی مجموعه این اعتراض‌ها تبدیل شده است به صدای واحد، نشون میده که همونطور که شما اشاره کردید در نهایت تحت فشار افکار عمومی و فضای حاکم نمیتونند بیشتر از چند روزی که کسی مثل بوریا غفوری رو به عنوان نمونه در بازداشت نگه دارند.